درود بر دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا هستید سپاسگزار از همراهی شما و برخی از دوستان که به ما لطف دارند یک رو میخوام اشاره کنم در تاریخ انقلاب که شاید توجه نشده و میخوام دید شما رو به مسائل از نوع دیگه جلب کنم من قبلا گفتم امنیتی ترین وزارتخانه کشور چه دوره پلوی و چه دوره علوی وزارت کشاورزی است بسیار از لحاظ امنیتی مهمه و من اگر بگم انقلاب ایران یک انقلاب کشاورزی بود بیراه نگفتم و میتونم مصداق بیارم برای شما که چقدر مهم بوده و که اصلا دلیل کشاورزی واسه انقلاب ایران شده و جالب این که من این سخرانی های امام خمینی رو در پاریس نوفلوشاتو و, و بهش زهرا گوش دادم این چند وقت دوباره همیشه در تمام سخرانی هاش گفته شاه زراعت ما رو نابود کرد شاه زراعت ما رو نابود کرد و این خیلی جالب بود و علت شو من میدونم به خاطر چی حرف میزنه چون یه بررسی میدانی داشتم من در مورد انقلاب سپید من خودم شخصا طرفدار انقلاب سپید شاه هستم و اون شجاعت شاه و انقلابیگری شاه میدونم و بسیار کار درستی بود انقلاب سپید شاه اما اون چیزی که انتظار داشت شاه رخ نداد شاه عمدی نداشت در قضیه قصدش خیر بود و واقعا اونجا به نفع کشور کار کرد ولی آگاه نبود به نتایج کار و یک از نتایجی که انقلاب سپید داشت نابودی کشاورزی بود و نمیشه راحت فهمید چرا آقای انقلاب سفید وقتی که زمین رو از مالک گرفته داده به کشاورز قاعدتا کشاورز باید تشویق بشه در روسته ها و کشاورزی ایران رشد کنه ولی دقیقا برعکس شد و انقلاب سپید موجب نابودی کشاورزی ایران شد و بعدش میگم چه اتفاقی افتاد علت اینکه انقلاب سپید موجب نابودی کشاورزی ایران شد چون انقلاب سپید قوانین رو حذف کرد و قوانین از پایه‌های مهم حاکمیت چند هزار ساله ایران بودند در انقلاب اروپا فئودالیته و قوانین با انقلاب 1848 از بین رفتن که از فرانسه شروع شده بود و به برجوایی و کارخونهداری و و اینا تبدیل شده بود در ایران شاب به تنهایی به اندازه یک ملت اروپا یعنی 1848 انقلاب اروپا به تنهایی یک نفر تو ایران انقلاب کرد و اون ممرز شاه بود این انقلاب 1848 اروپا رو به تنهایی یه شخص انجام داد به نام محمد شاه و قاعدتاً عوارض داشت و هم عوارضش سقوط خودش بود این بند خدا کار انقلابی کرد ولی نتیجه انقلاب خودش موجب سقوط خودش و تبدیلش به انقلاب دیگه شد و اون حض فاد فادلیته و خوانین بود شاه این کار کرد من یه مدتی در اون تواریخ و تاریخ روستاها بررسی میکردم من روستاهای های خودمون دیدم که روستاها تا یه زمان خاصی شکوه داشته و بسیار رو بوده از شرها خیلی پر بوده و یه روستا همه چی داشت همه چیز واسه زندگی لازم بود تمام صنایع خرد بوده اگر تو اون روستا نبوده تو روستا بغلستیش بوده و یه روستای مجموعه ای از روستاها یه کلونی صنعتی کامل تشکیل میدادن همه چیز گیر می آمد. حتی نخ و سوزن و اینا همه ساخته میشد جاجیم ساخته میشد هر چی لازم بود ساخته میشد در یک مجموعه از روستایی ها بعد بررسی کردم دیدم که از این تاریخ به بعد روستاها ها شدن و یک دفعه همه مهاجرت کردن رفتم به شهرها اونجا من فهمیدم که علت این سوتوکوری روستاها انقلاب سپید شاه بود و علت این بود که شاه خوانین رو زمین زد و وقتی خوانین رو ظالم بودن انصافا ظالم بودن خیلی ظالم بودن ولی یه فایده داشتن خوانین خوانین یه فایده که داشتن روسته ها رو خیلی پر رونق و پویا و شاد زنده نگه داشته بودن با اینکه مردم اذیت میکردن بیگاری میگرفتن ولی قلب زندگی در روستا رواج داشت با این رونقی که در مجموعه از روستا ها بود روستاها ها یک روستا اقتصاد کامل بود خوانین که شاه با انقلاب سپید زمین ها از اینا گرفت خوانین همش رو کردن رفتن به شهر و مصدقی شدن و شدن دشمن در که شاه و به آخوندان نزدیک شدن برای ضربه زدن به شاه و جالب روسایی با اینکه که زمین رو گرفتن از دست خوانین ها هم دیگه در شهر در روستا نتونستن اون کاری که خانها انجام میدادن یعنی زراعت کامل انجام بدن در نتیجه روستایی هم دنبال خانها رو افتادن آمدن تو شهر و اونجا بود که از انقلاب سپید مهاجرت روسایان به شهرها شروع شد و از کشاورزی زمین خورد اینه که بام خمینی هی تو نوفل شاتو میگه و تو سخنرانی بهشت زرا هم تو تاکید کرد شاه زراعت ما رو نابود کرد منظورش همین به انقلاب سپیده و شاه خودش که همدن این کار نکرد بند خدا قصدش خیر بود میخواست تقسیم اراضی کنه و مردم و روستایی رو زمیندار کنه و این ظلم قوانین رو که واقعا بیگاری میگرفتن وضعیت میکردن کم کنه اول ناخواسته این پیامدش برای شاه بد بود قصد خیر ولی پیامد بد باعث شد کشاورزی زمین بخوره و کشاورزی که زمین خورد چی شد ای دفعه این دفعه به این فکر افتادن که واردات کنند گندم و تمام محصولات از دنیا وارد کنند این عوامل فراماسونی رو هم نفوذ کردن تو دستگاه ها کشاورز وزارت خونه اکثرا یا بهایی بودن و یا نفوذی های کشورهای مختلف بودن و, لیبرال های صهیون بودن خلاصه از دور شاه کشاورزی وابسته شد همه چیز وارد میشد و دیگه ما حتی گندم هم نمیتونستیم تولید کنیم این در بعض انقلاب ادامه یافت الان هم نفوذ وجود داره نگاه کنید ما نصف بودجه کشور میره برای کنجاله اون هم مافیای کثیف بانک مرکزی یه دزد اونجا هستن نمیذارن در وزارت خونه ها در سیاست گذاری ها در مجلس نفوذ دارن نمیذارن وزارت کشاورزی به سمت اولویت ها بره یک از کارام که اتفاق افتاد هم نابودی قنات ها بود و سیستم های غلط آبیاری بود این صد سازی ها صد در صد یک کار نفوذ بوده از دست جریان نفوذ و حرز دادن پول ملی و ذخیره ارزی بوده تا جز نابودی ایران هیچ پیامدی نداشتن اگر انقلاب بعدی در ایران صورت بگیره من اسمش میذارم انقلاب صدها انقلاب 57 اسمش میذارم انقلاب کشاورزی یعنی دلیلش کشاورزی بود که در واقع خوانین با اینا با همدیگه نار... لت نارضایتی که ایجاد شده بود در نابودی کشاورزی و وابستگی که ایجاد شده بود اینها باعث شد که انقلاب ایران به نحوی ناشی از انقلاب سپید و نابودی کشاورزی بوده انقلاب بعدی اگر رخ بده انقلاب صدها بوده یعنی این بازم دلیل کشاورزی داره صد رو ساختن برای کشاورزی ولی باز صدها کشاورزی رو نابود کردن اکوسیستم ها رو نابود کردن طالبو همه رو خوش کردن بودجه و پول بیت رو به سنگ و سیمان بی ارزش تبدیل کردن اصلا اینکه شما حجم وسیع از آب رو سطح آب نگهداری خیلی خنده داره در اکوبوم ایران شما باید آب رو در زیر زمین به خاطر اینکه کش منطقه کویری و گرم سیر هست کانال های زیرزمینی و تشکیل بشه های ما باهوشن میتونن چیکار کنن تالاب های زیرزمینی کانال های زیرزمینی شبیه رگ کل ایران و کانال های زیرزمینی تشکیل بدن شبیه قنات به جای اینکه آب در, صدها جمع بشه و تبخیر بشه آب پشت صدها باید در کانال های زیرزمینی شبیه به قنات نه در عمق قنات و ارتفاع کمتر کل ایران شبیه رگ پخش بشه و بتونن کشاورزها استفاده کنن و ساخت صد احمقانه ترین کار ممکنه که نفوزی ها در وزارت کشاورزی همچنان دنبال میکنند. ما از سازی هم حتی داریم متاسفانه که یه دستن مافیای سازسازی میکنن در کشور از بستگان همین حکومتی هستن و اصلا مدارکش هم اومده که کیا هستن چند تاشون از این سردارهای سابق سپاه هستن و نمیدونن که واقعا در خیانت میکنن با ساخت سه و این کارشون واقعا اشتباس از این رو اگه ما خوب نگاه کنیم به تاریخ انقلاب ایران انقلاب سپید یک کشاورزی که امام خمینی دائم در این سخنرانی بهشت زرا و در نفل دائم میگفت شاه زراعت ما را نابود کرد منظورش همین بود این فقط گناه شاه نبود همین خود اطراف امام خمینی خود آخوندو هم هم اشتباه شاه رو دارن تکرار میکنن همون نقدی که به شاه میکردن بر خودشون وارده کشاورزی در جمهوری اسلامی هم نابود شده هست به اولویت ها تکیه نمیکنن به, کالا، به محصولات استراتژیک تکیه نمیکنند به علوفه به کنجاله به چیزهایی که مهم به غذای دام هست تکیه نمیکنند نفوزی ها در وزارت کشاورزی طوری سیاست گذاری میکنن که پول ها به سمتی بره که نواید بره و کشور وابسته باشه و مخصوصا این دلاله کثیف بانک مرکزی اگر انقلاب بعدی هم که دوباره شروع بشه بازم انقلاب کشاورزی هست و خیلی مهمه به خاطر هم این همشه میکنم امنیتی ترین وزارت خونه ایران وزارت کشاورزی است همه باید حواسشون به وزارت کشاورزی باشه تا چون که نقطه که استعمار و نفوذ دست میذاره ما وابسته باشیم دیدید که چطوری میلیاردها دلار دهها میلیارد دلار پول بیت المال رو برای خرید کنجالو و سویا و علوفه و غذای دام دارن هدر میدن سازسازی های کردن که واسه خوشحالی در ایران شده این صدها رودخانه هم خوش تالاب ها همه خوش در حالی که سیستم آبیاری ایران باید از سدسازی به رویکردهای کانالهای زیرزمینی و تالاب ها برگرده و این نکته ظریفی بود که هیچ از شما شاید تو انقلاب توجه نکردید و میخواستم با کسایی که همراه و دوست هستن با ما در میون بذارم و به گوش خیلی ها برسه و به این نکته ها توجه کنن من مثل دوستایی که من اینجا خیلی فرش میدم با آخونده مثل شما ما سیاسفید و اهریمنی اهورایی و دیگه خیر و شر به صورت مطلق نمیبینیم ما همه چیز رو با دید منصفانه تاریخی و کارشناسی اینجا بررسی میکنیم به همه اندازه که در ایران شاه رو دوست داشتیم و اقتدارش رو دوست داشتیم هم اقتدار ایران دوره آخوندار هم دوست داریم و یکی یک م... از هم که در کنار این زراعت تکه میکرد خرید اصله توسط شاه بود این البته یه تبصره هم همیشه آورد کنارش به نظر من کار شاه در اینکه که روی اقتدار نظامی داشت این هم درست بود اما فکر میکرد با خرید اصله این اتفاق میافته و این اشتباه بود در واقع خرید اصله کلی تانگ چیفتن معیوب به ایران دادن شاه از ترس خریده بود و اسلحهایی که به ایران میدادن ایرانی ها اجازه نمیدادن باش کار کنن یا حتی تعمیر کنن و این تاکید که های امام خمینی بود همین بود میگفت رفتین اسلحه های خریدید که یه کارشناس خارجی باید با اون کار کنه به این معنی نبود که با اقتدار ایران اقتدار نظامی ایران مخالف باشن اخوندا و امام خمینی با این روی کرد مخالف بود که برت شیا گفتش که آیا شما نمیخواید آقای خودتون باشید آیا شما خودتون نمیخواید استقلال داشته باشید و این روی کرده که اسلحه خرید اسلحه آدم رو بیمه میکنه این اشتباس باید اسلحه رو آدم خودش تولید کنه و در کل باید نگاه مثبت به معقوله اقتدار نظامی داشت شاه هم در واقع این اختی... دیدگاه رو داشت منتها راهش رو نمیدونه شاه آدم تنهایی بود قبل از انقلاب و تمام اطرافیانش عملا ضد افکار شاه بودن و دشمن شاه بودن یه نکته کوتاه بود خواستم اشاره کنم برای دوستان شب روزتان به خیر و بدرود